آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران همچنین در خطبه‌های نماز عید فطر امروز تهران به انتخابات پیشروی مجلس نیز اشاره هایی داشت، از جمله اینکه نباید انتخابات به چالشی برای امنیت ملی تبدیل شود و منبرداران مراقب انتخابات باشند. آرش سیگارچی گزارش می‌دهد. این بار 6 ماه مانده به انتخابات، رهبر جمهوری اسلامی ایران اظهار نظر در مورد انتخابات را آغاز کرده است. انتخابات باید پشتوانه امنیت ما باشد. نباید اجازه داد که این چیزی که ذخیره امنیت است، پشتوانه امنیت است، به امنیت ما صدمه وارد کنه. بقیه مسئولان ایران اعتراض شهروندان به نتایج انتخابات گذشته ریاست جمهوری در سال 88 به امنیت ملی ایران آسیب زده، در حالی که برخی هم اعتقاد دارند حکومت مسئول بحران‌های بعد از انتخابات سال 88 است. در واقع اینی که خود آقای خامنه ایشون آدمو یاد اون دزدی میندازه که خونه رو زد بعد اینار با ایشاد میگفت آقای دزد، آقای دزد. ایشون توضیح نمیده که این همدلی، این نشاط، این کار، این تحرک در انتخابات قبلی وجود داشت، چطور تبدیل به این شد که امروز ما زندان هامون باید پر از بچهای مملکت باشه که میخواستن با نشاط در انتخابات شرکت کنن و رهبران اونجا میشن آقای موسوی و کروبی در زندانن. با گذشت بیش از 2 سال از انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم، میرحسین موسوی و مهدی کروبی هرگز نتایج این انتخابات را نپذیرفتند و حامیان آنها تا مدت‌ها اعتراض خود را با حضور در خیابان‌ها نشان دادند. اینک حدود 200 روز است که این دو چهره مخالف دولت در حصر خانگی به سر می‌برند. در آستانه انتخابات مجلس، فعالیت برخی گروه‌های سیاسی شدت یافته. صاحب نظران معتقدند هنوز حکومت نگران است. نگران تحریم انتخابات از سوی طیف موسوم به اصلاح طلبان و همچنین به توافق نرسیدن اصولگرایان. آقای خامنه ای نگران چیست؟ آقای خامنه ای نگران هست به دلیل اینکه مردم انتخابات قبل رو دیدند و احتمال خیلی زیادی داره که افراد با شخصیت و افراد با شرافت سیاسی این انتخابات رو به طور کامل تحریم بکنن و این بی‌آبرویی برای جمهوری اسلامی به طور کامل پروسش تکمیل میشه که انتخابات 88 رسوایی انتخابات 90 پیوند میخوره. رهبر جمهوری اسلامی در بخش دیگری از سخنانش انتخابات را نعمت الهی دانسته که باید از آن مراقبت شود. منبرداران سیاسی، کسانی که میتوانند با مردم حرف بزنند، همه مراقبت. استفاده از واژه منبرداران سیاسی آن هم در شرایطی که بخشی از مداحان حامی آیت الله خامنه‌ای به منتقدان دولت تبدیل شدند موضوع جدیدی است. منبرداران که همیشه در اختیار ایشون بودن، حالا اخیراً هم این جمع مدعوان اضافه شدن که باور ندارم که اینا در واقع به ابتکار شخصی وارد این دعواها شدن و مثل گذشته حرفایی رو که از یک منبع واحد منتشر میشه در واقع پخش کنن. پس از انتخابات بحث انگیز ریاست جمهوری در سال 88، این نخستین انتخاباتی است که در ایران برگزار می شود. سال گذشته انتخابات شوراهای شهر و روستا برگزار نشد. آرش سیگارچی، صدای آمریکا.